سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت دوستای عزیزم. امیدوارم که حالتون خیلی 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 خوب باشه با اعلام فهرست نهایی تیم ملی که از طریق کاروس کیروش اعلام شد در خدمتون هستم. قبل از هر چیز خیلی خیلی ممنون میشم اگر کانال رو سابسکرایب کنید، زنگولرم فعال کنید، ویدیو رو هم لایک کنید. خیلی سریع بریم سر وقت لیست. خب این چهره ای که میبینید بعد از برکناری دراگون اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ما شد. بله، جناب آقای کارلوس کیروش با کلی داستان و حرف و حدیث بالاخره سرمربی تیم ملی کشور ما شد و لیست جدید رو اعلام کرد برای اردوی اتریش به همراه لژیونرها. همونطور که میبینید قبلش یک لیست ابتدایی بوده که بازیکنان لیگ برتری بودن و حالا لیست کامل، لیست نهایی برای اردوی اتریش اعلام شده. لیست به این شرایطی که خدمتون عرض میکنن: دروازه‌بانها علیرضا بیرانوند، امیر عابدزاده، حسین حسینی و پیام نیازمند خواهند بود. خط دفاع تیم ملیمون از رامین رضاییان، صادق محرمی، صالح هردانی، حسین کنانی زادگان، مجید حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، شجاع خلیلزاده، ابوالفضل جلالی، میلاد محمدی و امید نورافکن تشکیل خواهد شد. خط هافبک تیم ملی: امید ابراهیمی، سعید عزت اللهی، میلاد سرلک، سامان قدوس، احمد نوراللهی، احسان حاج صفی و وحید امیری خواهند بود. مهاجمان: علی قلی‌زاده، علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی، مهدی طارمی، کریم انصاری فرد و سردار آزمون خواهند بود. خب یه سری نکات داریم راجع به این لیست. شجاع خلیلزاده بعد از مدت‌ها بالاخره به وسیله کارلوس کیروش دعوت شد. نکتهش اینه که کارلوس کیروش شجاع رو دعوت کرد. همونطور که می‌دونستین در گذشته یه سری مشکلات بود به دلیل برخی از مصاحبه‌ها، کیروش شجاع رو تو لیست سیاه قرار داده بود. ظاهرا تو دوره جدیدی که کیروش به ایران برگشته شجاع رو بخشیده و اونم به تیم ملی دعوت کرده، مدافعی که در زمان اسکوچیچ ثابت بود و یکی از پایه‌های خوب دفاعی تیم ملی بودش، بالاخره به تیم ملی توسط کارلوس کیروش هم دعوت شد. بریم سر وقت خط خورده های بزرگ لیگ برتری. یکی از اونها میتونیم محمد محبی رو نام ببریم، بازیکنی که خیلی امید داشت تا ملی پوش بمونه و به اردی اتریش بره و توانایی خودش رو به کارلوس کیروش نشون بده، ولی از لیست اردی اتریش خط خود به همراه مهدی قائدی و مهدی مهدیپور سه استقلالی بودن که از لیست تیم ملی خط خوردن و باید تلاششون رو بیشتر کنن، خودشون رو به سرمربی تیم ملی هم ثابت کنن. ولی از تیم سپاهان هم خط خوردهای بزرگی داشتیم، از جمله شهریار مغانلو، مهاجم خوب سپاهان، محمد کریمی و یاسین سلمانی بازیکنان بودن که از تیم سپاهان خط خوردن و پیام نیازمند و امید نورافکن و رامین رضاییان در اردوی تیم ملی باقی موندن. مهدی شیری و عارف آقاسی دیگر بازیکنان لیگ برتری بودن که از تیم فولاد خوزستان در اردوی تیم ملی قرار داشتن که اونها هم از لیست کارلوس کیروش جا موندن برای اردوی اتریش و همینطور سعید صادقی از تیم پرسپولیس هم خط خورد. این هم از لیست جدید تیم ملی، لیست جدید کارلوس کیروش برای اردوی اتریش. اینو بر خدمتتون عرض کنم، این لیست نهایی جام جهانی نیستش و اینکه خیلی از بازیکن‌ها میتونن به این لیست اضافه شن یا از این لیست خط بخورن. این لیست فعلی هستش برای اردوی اتریش که قراره چند تا بازی تدارکاتی با تیم‌های مثل سنگال و دیگر تیم‌ها انجام بدن. خب اینم از ویدیو امروز، امیدوارم که دوست داشته باشید و اینکه اگر دوست داشتید از ما حمایت کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و ویدیو رو هم لایک کنید. ایام به کامتون باشه.